سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. جلسه 28 از آموزش 0 تا 100 اتوکد دو بعدی رو در خدمتتون هستم. تو این جلسه میخوام دستور ریویژن کلود یا همون ابرهای هندسی رو به شما عزیزان آموزش بدم. این دستور رو مثل تمام دستورات به سه روش ما میتونیم انتخاب کنیم. اولیش این که از پنل هوم از قسمت دراو اینجا نوشته رکتنگولار ریویژن کلود انتخاب کنیم، یا اینکه از نوار آبشاری دراو بیایم این پایین ریویژن کلود رو انتخاب کنیم، یا اینکه تایپ کنیم REVC Enter ریویژن کلود بر ما فعال میشه. خب من میام انتخابش میکنم، از همینجا کلیک چپ رو میزنم، رها میکنم، موس رو میارم به سمت عقب، از حالت زوم میارم عقبتر. میبینید که به صورت یک مستطیل و ابر مانند برای من کشید. کلیک چپ رو میزنم و طراحی کنم. خب حالا خود این ریویژن کلود زیر مجموعه زیادی داره توی کامند لاین ما. اولش آرک لنسه که ما طول این آرکایی که داریم رو میتونیم بهش بدیم، کم و زیاد کنیم. اگر من بزنم خودش پیش‌فرضش 3.98، حالا بر متر یا واحد، هر واحدی هست 3.98 هست. مثلا من میخوام کنم نیم، اینتر میکنم، شروع میکنم به ترسیم. میبینید که بسیار بسیار ریز برای ما ترسیم کردش. خب دومین گزینش آبجکت هست. آبجکت چی هستش؟ ببینید مثلا من دوتا دایره دارم، میخوام به اینا ریویژن کلود رو اعمال کنم. مثلا یه آبجکتی دارم، یه پولیلاین دارم، میتونم بهش اعمال کنم. خب میام ریویژن کلود رو انتخاب میکنم، آبجکت رو هم انتخاب میکنم، بهش اعمال میکنم. حالا میگه یس یا نو. اگر یس بزنم به سمت داخل ابرها میره، حالا اگه نو بزنم به سمت بیرون میاد. دوباره آبجکت رو انتخاب میکنم، اعمال میکنم، نو رو میزنم. ببینید که ابرهای دایره به سمت بیرون و این به سمت داخل هستش. گزینه بعدی رکتنگولار هست که گفتم خدمتتون مستطیل بر ما ترسیم میکنه. گزینه بعدش پولیگان هست که برای ما حالت پولیلاین چند زلید میکنه، و آخرش بخواییم ببندیم سی میزنیم اینتر که کلوز بشه. گزینه بعدش فری هند هست که دست آزاد هستش. ما میتونیم که به این صورت حالت اسکیسی ترسیم کنیم برای حالا راندو اینا، فکر کنم خوب باشه. یه سی اینتر یا میرد نزدیکش کلوز میکنه خودش. نه معذرت میخوام، یه بار دیگه من باید بیارم نزدیکش، این کلوز میشه، بسته میشه. خب گزینه بعدش دوباره استایل هست. استایل نرمال همینه که کشیدیم و این مدلش به این شکله که میاد ضخیم برای ما یکم میکشه. میگم برای ما ضخیم تر از اونا ترسیم میکنه. اگه توجه کنید این پررنگ تر از اون هستش. گزینه آخرم مودیفای هست که ما میاییم اصلاحات انجام میدیم. مثلا من میام روی این آبجکت رو انتخاب میکنم، از همون جایی که انتخاب میکنم برام میگیره، مثلا میگم به این نقطه بیا. حالا اگه بیارم روی این زل اینو برام پاک میکنه، اگه بیارم روی این زل برام پاک میکنه. یس میخوای پاک شه؟ بله میخوام پاک شه. این از ریویژن کلود بود. امیدوارم که براتون این آموزش مفید بوده باشه. ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید. حتما تو قسمت کامنت ها نظراتتون رو برام بنویسید، خیلی برام ارزنده است. این ویدیو رو لایک کنید و به دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون، خدا نگهدار.